خب حالا بریم بعضی از متریال سازی ها رو انجام بدیم، کارهایی که باید انجام بشه. من این فایل رو توی فایل جدید شروع بکنیم که تا قبل از اون شما داشته باشید. خب فایل هم با قولی که باز میکنید معمولا تکسچر بعضی اوقات نداره. شما میبینید مثلا نوشته آرچ مدل 109، 109 انتخاب میکنید، بعد فولدر مپش رو دابل کلیک میکنید و براش کلا تعریف میشه. خب اولین چیزی که باید بسازیم سنگ سفیده. سنگ سفید، شما اول پیشنهاد من اینه قبل از اینکه متریال سازیاتون رو خیلی بهش بپردازید، به یک نور منسجم اول صحنه‌تون رو برسونید. نور منسجم یعنی چی؟ تنظیمات رندر رو باز کنید، همه چیز رو ریست کنید، یعنی دقیقا همه چیزتون باشه، لاینر گاما 2.2 خدمت رو عرض کنم، رندر خوب پراکسی بذاریم که سریعتر انجام بشه، جایی که روشن کردیم رو همه همین ایرادینس مپ، لایت کش رو حالت لو مثلا سی، لایت کشتون روی 500 باشه، یوز امری رو میزنیم که از سی پی آی اینتلتون نهایت استفاده رو ببره. خدمت رو عرض کنم که حالا رندر المنت که اینجا نیاز نداریم. خدمت رو عرض کنم که ایمیج فیلتر خاموش میکنیم، لنزر رو سرعتش بالاتر بشه، دیسپلیسمنت رو خاموش میکنیم اگه دیسپلیسمنتی داشته باشیم تو صحنه فعلا دیده نشه. مثلا خود حالا اندازه سایز لنزر رو به یک ترکیب بندی میرسونیم. کلید 8 رو بزنید، این انوایرمنتتون رو یه رنگ سفید بدید، شروع کار دیگه. اول اینجا این تیکم اصلا نیاز شد برش دارید. ببینید یه چیز اولیه دستتون باشه که بعد شروع میکنید متریال سازی بدونید که چیه دستان. خب سنگ، شما سنگ ببین دو نوع حالت داری، یا میتونی از سری SS استفاده بکنی یا از سری حال سنگای همین روتین و معمولی که داریم، یعنی یه متریال ویره براش میسازیم، میریم تو قسمت دیفیوز بیت مپ. سنگ معمولا سفید شما میتونید از آرچ مدل 79، آرچ مدل 79 شما میتونید به قولی سنگای سفید خوبی از توش انتخاب بکنید. ببین فعلا رفلک مفلک نمیدین، بذار اول از صفر شروع بشه، یعنی اول از اون بیس اولیش یووی مپاش رو تنظیم بکنید، چون احتمال 99.9% اول کار یووی مپ هیچ کدوم ندارن. بیا مثلا این سنگای سفید همشون یه لایه است، درسته؟ همه رو بگیر با هم دیگه اتش بکنید، حتما حالت ادیت مش باشه. ببین وقتی که از اتوکد وارد میکنی ادیت مش باشه، ادیت پولی بکنید، ممکنه بعضی از یعنی ممکنه که احتمال قوی منحنیاتون همه از بین میره. بعد یه یووی مپ کلی بهش میدیم، مثلا حالا فعلا یه 2 متر در 2 متر، 3 متر در 3 متر بهش میدیم. دقت کردی چی شد؟ خب برای آجر نما ما اون رنگ اولیه‌شو در میاریم. معمولا رنگ آجر یا حالت آجری ها طبعا اینجوری دیگه، رنگ ها کدره، خیلی رنگ ها تیز و اینجوری شدید نیست. خوره سبزش بیشتر بشه، آبی هم نه، آبی خیلی نشه بهتر. خب این رنگ آجری ما میشه. تراس ها اینه که همه همون سنگ سفیده. اینجا ها رو فکر میکنم سنگ رنگ دومش مشکی بدیم جالب در بیاد. سنگ مشکی هم دیگه شما هر چیزی رو میتونی بگیری مشکی کنی، همین سنگ رو میتونی با کالر کارکشن مشکی کنی. مثلا میگم یه وقتی دچار فقر شدید تکسچر باشید، خب پیش میاد برادم دیگه، آدم هیچ ابزاری نداره درست حسابی، شما همینو بکن، مثلا حالت اینورت سچوریشنش رو سیاه کن، یعنی سیاه‌سفید بشه، این میخواست اینجوری باشه اینورت شد، برعکس شد. بعد بیاید حالا با عددش بازی کنید، چه جالب شد، چون با یه تکسچر میتونه با کار کارکشن و هدفی که میخوای برسی. تمام چیزایی که مال این انتخاب میکنیم یووی مپ بهش میدیم. خدمت رو عرض کنم این ستون ها فکر کنم مشکی بشه قشنگ در بیاد. دیگه عرضم خدمتتون که مثلا اینجا اگه این آجره، این حالا شاید تو لایه آجر بوده، ولی اینو یه چیز جدا بدید، یک سنگ یعنی متریال جدا بهش بدیم. حالا یووی مپش رو
تنظیم میکنیم، میتونه سفید باشه سیاه دیگه، سلیقه خودتونه دیگه که چی باشه. سنگ هزارم فعلا همین سنگ مشکی رو بهش میدیم با یو وی مپ. ببین سعی کنید زیاد 10 نوع رنگ سنگ متریال ندید، سعی کنید رنگاتون محدود باشه. خیلی تنوع رنگ، مثلا 6 تا رنگ 7 تا رنگ توی نما کارو از زیبایی واقعا میندازه واقعیتش. سعی کنید با محدودیت ها کاراتون رو پیش ببرید. خب متریال ها به صورت اولیه داده شد، حالا بریم تخصصی متریال رو بررسی کنیم. برای اینکه متریال ها تخصصی داده بشه، اینجا دیگه باید صحنه سازیمون انجام بشه. صحنه سازی یعنی چی؟ نور خورشیدمون رو میذاریم بیا تو قسمت ویریسان، حالا ببینیم جنوب کار کجاست، پایینه. خب تو واقعیت جنوب کار این نمامون شمالیه، ولی خب حالا ما برای اینکه کارمون خوشگل بشه جنوب رو بالا در نظر میگیریم که نورمون قشنگ باشه. اگه سوال پاسی یس رو میزنیم اگه بخوایم که آسمون سبودی اعمال بشه رو کار. خب علتی که نورش انقدر زیاده دلیلش واضحه دیگه، چون که ما هنوز هیچ مدیریتی روی نور انجام ندادیم. دقت بکنید چون نور خورشید زیاده شما فقط یه دوربین ویری بسازی تمامه. الان هیچ کاری نکردم، هیچ کاری نکردم، فقط به جای اینکه نور روز که همون خوب شدت عادی خودشه، فقط یه دوربین ویری کار گذاشتم نور تنظیم شد. چرا؟ چون دوربین ویری پارامتری داره به نام اکسپوز. حالا یه چیزی شما میگه آقا من میخوام تو پرسپکتیو کار کنم، توی پرسپکتیو میخوام کار کنم، چی کار بکنم که این بحث نور مزاحمت برای من ایجاد نکنه؟ چون تو پرسپکتیو کار کردن، ببین الان مثلا شما این رندرت خوب بود نه، اینجا چون تو کامرای یه لحظه تو پرسپکتیو از دور بهش نگاه کنید دوباره همون رندر سفید وحشتناک میاد بیرون. چرا؟ چون از دوربین خارج شدیم. چی کار بکنم وقتی که تو پرسپکتیوم دارم دور میزنم همون اکسپوزی که تو دوربین اینجا اعمال بشه؟ کلید 8 رو میزنم، بخش وی ری اکسپوز کنترل، یا از اینجا بهش عدد میدم، یا رو پارامتر ای وی خودم دستی هر دفعه عددا رو بالا پایین میکنم ای وی رو، یا میذارم بر اساس دوربینی که تو صحنه من است. کدوم دوربین؟ روی نان کلیک کنید، روی آبجکت دوربین، دوربین کامرا یک هر چی باشه تو پرسپکتیو هم همونه. این یک ترفند خیلی بامزه برای شما که دیگه هر جا دور میزنید اکسپوزاتون تنظیم باشه. من اینو جدیدا متوجه شدم، اگه ای وی شما رو حالت پیشفرض خودش باشه، البته وایت بالانس و نچورال بذاریم که رنگی از محیط حذف نشه، خود ای وی رو شما پیشفرض مثلا 1 بذاری خیلی نور قشنگی بهتون میده، منتها با ای وی که ما تو جدولش خونده بودیم فرق میکنه، نمیدونم چرا خیلی، ولی رنگ آسمونش خوشگل در میاد، خیلی جذابیت قشنگی داره. خب حالا یه چیزی، شما اگه بیای توی ویو دوربین، برو تو دوربین تو کامرا اکسپوز رو بردار، رندر بگیر ببین چی میشه. فکر کنم همون شدت زیاد بشه، درسته چون ویره اکسپوز داریم، ولی فکر کنم این تو پیشفرضش همیشه اولویت با خود دوربینه. دوربین گزینه نداره که مثلا ای وی 1 برای شما درست بکنه، مگه اینکه شما اکسپوز رو روشن بکنی با عددش بازی بکنه به نتیجه برسی دیگه. دیگه این انتخاب با خود شماست، تو میتونید به قولی از پارامترش استفاده بکنید تا به یک مثلا چیز خوب برسید. حالا من الان اکسپوز رو روشن میکنم، خودم دستی مثلا یه مقداری سرعت شاتر رو بالا ببرم، 1:250 بذارم که یه مقدار نور تعدیل بشه، نورش خیلی شدید بود چون لاینر البته اون رو خیلی شدیده. این خیلی مهمه که اگه قرار سنگ سفید بسازی سنگت به تورندر سفید بیاد بیرون، نباید کرم بیاد. این چون قرار سنگ سفید بسازی، این خیلی به قولی چیز جالبیه. پس چون قرار همه چی با دوربین پیش بره، اینم میذارم بر اساس دوربین که اگه تو پرسپکتیو بودم بر اساس خود دوربین مثلا به این نتیجه برسیم. حالا بریم خود سنگو چیز بکنیم، متریال سازی بکنیم. کلید 8 رو میزنم، آسمون یه لحظه موقتا سیاه سیاه میکنم، فقط با خود نور خورشید سنگمون رو چیز بکنم. ببین چقدر نور محیط تو خود سنگمون تأثیر داشت. خب گفتم دو نوع متریال سازی داریم، یکی بر اساس چیه؟ FAS SS2
رو حالت ماربل یعنی سنگ مرمر، بعد میایید تکسچرتون رو مثلا به اوورال کالر نسبت میدید، همین دیگه رندر میگیرید. اگه بخواید عمق سنگتون رو بیشتر بکنید، مثلا میگی ضخامت سنگ من حدودا 10 سانته، درسته؟ پس میگی این نور تا شعاع 10 سانتی متری به گوشت سنگ نفوذ بکنه، یه مقدار دیتیل از بین میره، ولی جاهایی که سیاه بود بذارید رندرش کم کاملتر بشه. ببینید چقدر جالب شد، مثلا تونستید سنگ، البته این حالت عرض کردم نقطه ضعفش اینه که مقدار دیتیل کم میشه، دیتیل ضعیف میشه. من اگر رندر مقایسه هم حتی میخوام بگیرم، چون این فاز مهمی ها، سنگ مرمری چیزی که خیلی ما مبتلا به بهش هستیم که بخوایم تو رندرامون مثلا چیز خوب ازش داشته باشیم، چیز خیلی ریال بشه، واقعی بشه. بعد خود نوع رندرتون رو من ضخامت کردم 5 سانتی متر، بعد یه چیزی داره به نام آپشن، نوع نور توش پخش بشه. جسم من آیا جسم شیشه ایه قرار نور از توش رد بشه؟ نه، میخوام این چیز سولید باشه، یعنی فقط برای انعکاس ها مناسب باشه، برای شیشه بودن مناسب نباشه. حالا رندر میگیرم و بعد با حالت قبل مقایسه میکنم. ببینید چقدر جالب شد. حالا این مقایسه اگه دوتا ورژن رو با هم دیگه داشته باشیم، ببینید تو اونی که 5 سانتی متر با 10 سانتی، تو 10 سانتی متریه نقاط تیره کار رو می‌بینی، مقداری حس انگار واقعا نور از توش رد شده، ولی چون زیاد رد شده مقداری سطوح کمتر دیده میشه، چون یکی از زیبایی‌های کار ما همون کنتراستیه که توش وجود داره دیگه، ولی خیلی سنگ زیبا میشه. شما فرض کنید یه نقش برجسته داری تو صحنه، یه مجسمه مثلا کلاسیک داری، اینا اصلا باید حتی شده رو حالت شیشه‌ایشو قرار بدی، یعنی که قشنگ نور از توش رد بشه. حالا چرا اوورال میدیم، چرا رو دیفیوز نمیدیم؟ مگه ما تو متریال سازی با دیفیوز کار نمی کردیم؟ یا اوورال رو برداریم، خب یه رندر بگیریم. خب ببینید متریالش خوبه، خب دیفیوز برای اینکه اعمال بشه باید این عددشو از این قسمت بالا ببریم، دیفیوز امانتشو مثلا بدید 1، ببینیم چی میشه. ببین وقتی دیفیوز میدی به شکلت انگار متریال معمولی میشه، حالت اوورال تو گوشتشه، متریال تو حالت دیفیوز رو پوسته بیرونیشه. خب حالا این حد وسطشو کار کنیم چی؟ مثلا بیایم دیفیوزشو بدیم نیم، یعنی نیم تا به اندازه تکسچر دیفیوز امانتمون، نیم تا توی گوشتش. حالا رندر بگیریم ببینیم چی در میاد. ببینید به یه چیز بالانس متعادل رسیدیم، یعنی 50% مثلا دیفیوزه، 50% اون گوشت درونیشه. ببینید تو این حالت خوب خوشگل بود، ولی این حالت واقعی تره. حالا رفلکت چجوری توش بریزیم؟ رفلکت چجوری توش انجام بدیم؟ میتونید تیک ری تریس و تریس رفلکشن از همینجا فعال کنید که رفلکت داشته باشه. البته برای اینکه رفلکت دیده بشه باید محیط اطرافی باشه که توش رفلکت بیفته، دیگه اینجا چی نمیفته توش، محیط اطرافش پشکی بلکه. خدمت عرض کنم بذارید کل صحنه رو لود بکنم، کل صحنه وجود داشته باشه و بک‌گراند آسمونمون هم روشن باشه، چون خیلی مهمه اون ایلومینیتی که از آسمون روی صحنه ما میشینه. یه خورده رگه های سنگ خیلی استرانگ شده، زیادی داره خودشو خودنمایی میکنه. میتونید چیکار بکنید؟ بگید اگر این دیفیوزش مثلا حالا اوورالش، اوورال تکسچرش بکن 50%، یعنی 50% سنگ سفید 50%. بعد من یه پیشنهاد بهتر دارم، تریس رفلکشن از جا فعال نکنید. مگه ما متریال کثیف کار نمی کردیم که میاد مثل کت روش می نشست؟ وی ریفاس اس اس رو میبرید توی بلند متریال، متریال ترکیبی، بعد بیایید به این کت یه متریال با رفلکت بدید، با یه رفلکتی حالا به رنگ حالا سفید، حتی چون ماهیت سنگ سفید ما رو داشته باشه، بعد اینجا یه فالاف بهش بدید که از رو به رو سنگ دیده بشه، از بغلا رفلکت بیشتر دیده بشه. تست رندر دیگه ببینیم چی در میاد. ببینید رفلکت خوبی به صحنه داد، اما خیلی بعض جا اوور برایت شد. یه کاری بکنید توی سنگ مرمرتون بیاید اسپیکولار رو صفر بکنید، اسپیکولار رمان اون برقی که رو سنگ میزنه، این برق رو سنگ بعضی وقت فاجعه ها به بار میاره نسبت به زاویه خورشید با دوربین شما، اذیتتون ممکنه بکنه. اونو بردارید، بعضی جاها اینجا اون چیزاش برطرف شد، یه مقداری اون شدت. بعد یه چیزی هم هست،
دوربین ما الان چون وجنتینگ داره، گوشه های کاری مقدار تیره کرده. وجنتینگ اگه بردارید شما، حالا رندر بگیریم، هنوز کالیگرافیک دست از ما داریم و لاینر کار میکنیم. همیشه گفته بودم ما رین هارد کار بکنیم، تعدیل باشه. لاینر خیلی خشن شدیده، بس چون ما میخوایم به یک چیز خوب برسیم. یه چیز زرده داشته باشید، اون دومیه که ساختیم رنگش رو مقدار توسی بکنیم. سفید سفید هیچ وقت مستقیم کار نکنید. خب تو خود مثلا میتونید این فست اسس اوورال کالری که داخل خودش وجود داره یه درصدی توسی، ببین خیلی کما، مثلا شدید کار نکنید. ببین چقدر جالب شد، حالا ترفند با مزه. شما میگید من تو صحنه نیاز دارم که امید اوکلوژن داشته باشه. امید اوکلوژن چی بود؟ میومدیم، خب خیلی ساده بود، توی این جی آی امید اوکلوژن روشن میکردیم، بهش شما مثلا میدادیم تا نیم متری به فرض مثال به عدد یک. الان خب گوشه های کار یه کنتراست مشکی خیلی خوب قشنگی میاد میشینه دیگه، مثلا گوشه های کار مثلا کنتراست میگیره، تاریک میشه، باعث میشه حجم خودشو خوب نشون میده، ولی این قضیه باعث میشه زمان رندر خیلی بالا میره. جایی که درخت داشته باشه، چمن داشته باشه، نه داشته باشی، باعث میشه مثلا عمومی زمان رندر کلا بالا بره. پس میگه امید اوکلوژن راه زیاد ایدئالی نیست. پس ما چیکار کنیم اینجور وقتا؟ اولا چون آسمون سبودی داریم، سچوریشن مقدار کم بکنید، نیازی که اینقدر شهید باشه. شما بیاید یه دیرت متریال، متریال دیرت کثیف که گوشه ها رو میگرفت سیاه میکرد، بدید به لایه کت. به چی؟ به این لایه که اینجا وجود داره، کت لیر، منطقه بلند امانتش، همون که مثلا اونجا حالا تکسچر دادیم، رنگ دادیم، فلان دادیم، فالاف دادیم، به خود دیفیوزش یه متریال بده با رنگ بلک مشکی. بعد خود شعاع دیرت، شعاع دیرت مثلا میگیم تا نیم متری رو ساپورت بکن یا تا یک متری، چون حجم پروژه اون بزرگه. یه رندر بگیریم بعد دور راه درست شد فیلم بهتون بگم. چرا اینجوری شد؟ خراب شد که، همه جا سیاه شد. باید اینورتش بکنیم، برعکسش بکنیم، چون تو یک کت، رنگای کت گفته بودیم که رنگ سفید میشه جسم کت، رنگ سیاه میشه پیش فرض. اینجا چون دیرت دیگه، اینو برعکس بکن، سواب بکنید. حالا رندر بگیرید، گوشه های کار تیره میشه، خود اصل سنگتون هم حفظ میمونه. اینجوری لازم نیست دیگه برید داخل یه متریالی هی یک ساعت یک ساعت بخواید دونه دونه مثلا پارامترش حالا دیفیوز بدی فلان بدی، کلی مثلا باش بازی بکنیم تا به این نتیجه بیاید. حالا شدتش میتونه کم زیاد کنید، یعنی حالا حتما نباید عدد 0 و 1 سفید و سیاه باشه، ولی از این روش هم میشه استفاده کرد برای داشتن. خب ما الان یه سنگی ساختیم، بی خیال یه متریال ساده تر بساز برای ما، بیاد به دیفیوزش یه سنگ، حالا اون سنگ مورد نظرتون رو بدید، بیاد به رفلکتتون یه فال آف بدید. تا اینجا درسته؟ یعنی فقط یه فال آف دادم به رفلکت، طوری که از روبرو یه درصدی رفلکت داشته باشیم، از بغلا رفلکت کامل باشه. آی آرش هم مثلا حالا میدم 2-3، اینا کلاسینسش هم میدم 97. آره دیگه خیلی یکم نباشه که خیلی مثلا زلال و شفاف و این داستان ها باشه. خب هیچی رندر میگیرم، ما یه سنگ نما ساختیم. به من چون میخواستم برای پروژه های کلاسیکتون اون روش های تخصصی و فلان و اینا داشته باشه، با این روش چقدر سریع انجام شد. بعد میگه الان مثلا سنگش خیلی سفید شده، بیتمپ رو ببرید تو کالر کارکشن، تو کالر کارکشن مقدار مثلا این رنگ RGB شو مثلا میکنه 90% 80%، سنگو کدرتر داریم میکنیم. میگی خیلی رگه سنگ به چشت اومده، تو واقعیت رگه سنگ اینقدر زیاد نیست، یکم سچوریشنش کم بکنیم، یکم به سیاسفید نزدیک بشه، این گاما کنتراست رو بالا ببرید. خود به خود میگیره محو میکنه مقداری اون تکسچر رو. بعد جواب گاما رو پایین بریم که کنتراست تکسچر، اینجا میخوام کنتراست تکسچر کم بشه. ببین بعد حالا می دوباره تیره ترش میکنه، مثلا گاما کنتراست 1.5 بزنیم بریم 70. هیچ عدد قراردادی واقعا تو تیره مکس شما باید مرتب تکرار خطا بکنید. ولی خب میبینید سنگ سفید داریم. حالا نیاز شد بیا کالر مپینگ یک کم تعدیلم بکن، مثلا لاینر نذار، بذار رین هارد، برن ولیوش مثلا بذار 7. یه مقدار کار توسی میشه، بدیه حالت اکسپوننتیل یا اینا اینه. مثلا شما رندر داری میگیری، یه هم میبینی از اون سفید بودن و زلال بودن در اومد. بخیر هر چیز نقاط و قوت و ضعف خودشو داره دیگه، مگه اینکه اینو دوباره بیای با 100 اینو برگردون به حالت 100، یعنی دوباره هم سفید بشه.
فرمون توصیرم بد نشده ولی سفید نیست. این الان تقریبا باز به سفید نزدیک شد. پس ببین اصرار نکنید حتما اینقدر با 2000 تا رندر تست بگیرید تا به یک سنگ سفید برسید. با یک ادیت کالر مپینگ به نتیجه رسیدید. همیشه سعی کنید از روش های ایدئال استفاده کنید. بعد این سنگ مساخته شد. خدمت رو عرض کنم که اگر بخواید اینجا اینا قرار بود فلز مشکی باشه. فلز مشکی چیه؟ یه رنگ بلک، یه رفلکشن فالاف. ببین چقدر تاکید رو فالاف دارم. از اون ور یه گلاسینس هفتم، چون فلزه حتما به بامپش یه اجت ویره اجت تکچر بدید که یه پخ برای شما بزنه. یه رندر تست بگیریم. ببین چقدر جالب شد، یه فلز مشکی شد. واقعا فلزه دیگه، شما ماهیت فلز ازش میخوای دیگه. خدمت رو عرض کنم یه مقدار نیاز داریم که رفلکت از روبرومون بیشتر بشه. از اون ور یه خورده خود عدد فالاف رو بالا ببرید، عدد رفلکتتون مثلا آی او آرتون رو 2-3 بکنید. ببینید به همه چی دارم فالاف میدم، این الکی نیست، این دلیل دارم براش. ببینید سنگ چقدر قشنگ شد فلزش. سنگ سیاه میخوام بسازم. ببین شیدر سنگ سفیدت خیلی خوب بود. اولا بنویس مثلا وایت ماربل، درسته؟ کپی بکن همین شیده رو، بیار روی سنگ بلکت پیست بکن، اسمش حالا بذار مثلا بلک ماربل. متریال سازیش آماده است دیگه، فقط تو کالر کارکشنش برو اینو اینورتش کن، برعکسش کن، رنگشو تیره. نه اینو باید از طریق خود کنتراست مهار کنم. البته کنتراستش خیلی شدید میشه ولی دیگه چاره ای نداریم. فکر کنم اینقدر خوب هیچ متریالش آماده است که متریال سازیش هم انجام شده است. خب برای ساختن آجرنما، شما آجرنما میتونید از آرشیف های آماده استفاده بکنید. آرشیف های آماده که وجود داره آجرهایی نداره که به درد بازار ایران بخوره. یه سایت آذرخش اومده یه کاری کرده، کار خلاقانه کرده، از مدل ها عکس گرفته ولی متاسفانه بدیش اینه که عکساش برای تعداد کوچیک خوبه. وقتی شما مثلا اینو الان شما همین تکچر میگی یه تکچر فوق العاده زیباست دیگه، چون خود عکس واقعی آجره. شما الان اینو نسبت بده به جسمت. الان کنزه لاک پشت هر کدوم اینا، خب اندازهاش بخوای در بیاری دقیق. آجر آذرخش معمولا 33 در هفته. شما بشمار میگی 5 در طول داریم، پس 5 ضرب در 33 در عرض چند تا داریم؟ 2 4 6 12. پس 12 رو باید ضرب در 7 بکنیم، یعنی کلکیتو ماشین حساب بالا بیارید، 12 ضرب در 7 میشه 84، از اون ور 33 ضرب در 5 میشه 165. پس شما UV مپی که باید بهش بدی میدی 84، ارتفاعش باید باشه از اون ور 1.65. خب از نزدیک خیلی قشنگه ولی وقتی که فاصله تو دور میشه یک چیز تکراری و خیلی زشت در میاد. اگه بخوای واقعی کار کنی باید دقیقا مثلا بیای این تکسچر رو ببری تو فتوشاپ دونه دونه بازش کنی، مثلا از این مثلا در 4 لایه این و 4 لایه و بعد رندوم بیای رنگی های توش رو مثلا کم و زیاد بکنه. خب این خیلی پروسه زمانگیری، خیلی زمان بره و نسبت به وقت ما نمیارزه. شما میگی من از این رنگ آجر خوشم اومده، خب چطور تو تیری دیمکس همین آجر رو بسازم؟ بیم با همین بازی ریاضی قشنگ رو انجام بدیم. اول از همه که باید این عکس رو جداگانه لود کنیم. میان تو ویو ایمیج فایل، من دقیقا این آدرس رو براش تعریف کنم، مثلا این آجر آذرخش، درسته؟ خب سایزش هم کوچیک چون بیشتر کد رنگ الان برام مهمه. میام چی میسازم؟ یه دونه مپ تایل میسازم. توی مپ تایل دوتا کد رنگ داریم دیگه. اول از همه میگم 33 در 7 بزرگترین مخرج مشترکش هم میشه. میگه خب 33 ضرب در 7 میشه 231. دوباره یه ضرب در 2 هم میکنیم، 4 و 62. حالا اینجا رو چند میدیم؟ 33 در 7
نه، باید بدیم 66 در 14، چون اونو دو برابر کردیم. عدد گروه توش کم میکنیم، رنگش رو مشکی میکنیم، خود رنگ آجرش رو قطع چکون میزنیم، از جای سمپل میگیریم. خب طبیعتا هیچ وقت به زیبایی این ممکنه نشه، یعنی خب یه واقعیتیه، ولی یه مقداری با یک سری بازی ها میتونید داستانش عوض کنید. چه جوری؟ از نزدیک قشنگ. حالا دیگه از جا باید همجوری تست رندر بگیریم. میگه خب این رنگ بیسشه، چطور میتونم توش رو به صورت تصادفی مقدار تغییرات ایجاد کنم؟ گفته بود ما چیزا رو برام کالر واریانس، کالر واریانس مثلا بکنه 0.2، کالر واریانس رنگ دومش از کجا گفتی میگیره؟ گفته بودیم از دیفیوز میگیره. پس شما دیفیوز رو مثلا بدی اصلا مشکی بلک، این کالر واریانس مثلا بدی 0.3، چی میشه؟ به صورت تصادفی میاد بعضیاشو توش رنگ میریزه، یعنی مقداری تغییر وضعیت بهش میده. میبینید؟ اینجوری شما میتونید تا یه حد زیادی مثلا واقعی کار کنی. اگه میخوای خیلی رال کار کنی باید برش تکچر بسازی، بازم نه آجر نما، مثلا بیای از آرشیوهای مثل حالا آرشیوهای کانکریتی که داری، مثلا شما همین در نظر بگیر، همین تکچر، این تکچر رو بر تو کالر کارکشن، یه چند لایه تو هم شده، یه تایل داری به مپ دی کالر کارکشن، باز تکچر اصلی خودتو داری. بعد مثلا رنگش بریم با آجوری نزدیک بکنیم، با هیو سچوریشن کم رنگش میکنه مقدار. ببینید تقریبا داره به اون ماهیت آجر نزدیک میشه. مثلا یه همچین حالتی اگه شما اینجوری رندر بگیرید، حالا خیلی خشن شد، درصدش رو بیاد کم بکنید، کاری نداره درصد چجوری کم بشه، ببینید کم داره پیچیده میشه ولی اون ماهیتش عوض نشده. درصد چجوری میتونیم کم بکنیم؟ ببریمش، ببین همین کالر کارکشن تو ببر توی میکس، میکس درسته؟ رنگش چی بود؟ میگه رنگ من این بود، مثلا کپی رنگ دوم میکس رو اینو میدم میکنم 50% این، مثلا 60% این، 80% این، یعنی 20% شد این تکسچر ما، 1% شد اون تکسچر آجر ما. ببین حالا این راه شد، این راه خیلی طولانی باشه، شما همینجور باید تکرار خطا بکنی، رنگ های مختلف تست بکنی، تست بکنی، ولی اینکه دونه دونه آجرها هر کدوم یه آیدی بگیرن، متاسفانه در حالت عادی چنین چیزی نداری. خب هست پلاگین هست، اسکریپت هست، این کارا رو بر ما انجام میده، ولی 3D Max عادی ما پارامتری نداریم که هر کدوم از اینها بشه یک آیدی. اگه اینجوری میشد ما خیلی راحت میتونستیم، خیلی خوشگل میتونستیم این کارو بکنیم. یا با اینکه مدل سازی میخواد بکنید، خب اسکریپت بنا هست، بچه ایرانی درست کردن، بنا اسم اسکریپته، برای سطح مربع مستطیل خوبه، قشنگ برای آجرنما درست میکنه، قشنگ تمام بندکشیاشو درست میکنه، ولی دیگه تو اینجاها دیگه نه، تو منحنیا اصلا کلا ارور میده بهت. ما تونستیم به یک انسجام اولیه برسیم، یعنی تونستیم اون اندازه آجر رو در بیاریم، شکلش رو در بیاریم. حالا بندکشی دوست داری چه رنگی باشه؟ دوست داری اصلا حالت آجر نما باشه؟ حالا این من آجرهای حالت استک گذاشتم، ولی بخوای حالت آجر نما باشه میتونی آجر نما استفاده بکنی دیگه، میتونی رنگ بندکشی‌هاش رو عوض بکنی دیگه، و و کارهایی که خودتون به ذهنتون میرسه و ازش میتونید بی‌نهایت انواع حالت‌ها رو استفاده بکنید. خدمت رو عرض کنم که ببین همین تایل با این تنظیماتو، همین تایل با این تنظیماتو بیا به رفلکتت بده، به لایه رفلکت. خب دیفیوز گروتش باید خاموش باشه دیگه، دیفیوزی که برای این قسمتش وجود داره، شما بیا مثلا همینو دوباره به گلاسینس هم بده. حالا بیا درصداشو بازی کن، مثلا بگو 70%، 50%، 50 زیادی فلز شد، 70%. همینو دوباره بیا به بامپت بده بالات کپی، اینجا دیگه اینسنس نباشه. اگه اینو دادی اینجا به تکسچرش بود برداری دیگه. یعنی چون تو برجستگی ما فقط به سفید سیاه باش که فقط بزنه بیرون. حالا رندر بگیرید. به چقدر فرق کرد؟ اون یه ذره رفلکت باعث شد که حس آجر به خودش بگیره.
اون یه ذره بامپی هم که بهش دادیم قشنگ به بامپ تبدیل شد، قشنگ برجستگی شما میتونه حس بکنی. اگه احساس میکنی رنگت از بین داره میره چون رفلکت اجسام توش افتادی، بیا ترس رفلکشنش رو بردار، کلا رفلکت واقعی نداشته باشه، فقط یه گلاسینس و های گلاسی داشته باشه. چقدر راحت تونستیم آجر بسازیم؟ این آجری که شما ساختید اگه به یه دیوار 50 متری هم بدید براتون خرابی بار نمیاره. دیگه بالاتر یک کم گام بیشتر برداریم. تو تنظیمات رندر گلوبال سویچ اگر خاطرتون باشه، ما اول کار چی کرده بودیم؟ اومدیم بذار بکاپش بگیره، اومده بودیم تیک به اصطلاح گلوبال سویچ دیسپلیسمنت رو برداشتیم، دیسپلیسمنت دوباره میذاریم، یه ویری یه مپ دی ویری دیسپلیسمنت براش میسازیم از توی مودیفای لیست ویری دیسپلیسمنت مود. خب بعد بیا همین آجر نمایی که اینجا داشتی همینو بده به دیسپلیسمنتت، رو حالت همین دو بعدی فعلا شروع بکنیم. میگیم آجرش مثلا حالا 2 سانتی بیاد بیرون، حالا به رزولوشن مثلا 1500، بیا مثلا متریال سازیشو خاموش کنیم، یعنی اصلا بیا اصلا یه توپ متریال دیگه بهش بدیم، متریال رو خراب نکنیم، یه توپ متریال دیگه اصلا کلا بهش بدیم. حالا رندر ببین چقدر جالب شد، قشنگ به ما حجمی آجر داد، اکسترود کرده براتون حجمو، منتها گوشاش بازه. برای اینکه درست بشه یک راهش اینه که شما بیای رولت 3D مپ بذاری، 3D مپ طبیعتا خیلی سنگین میکنه کارو، و حالت کیپ کانتینیوتی گوشه ها رو به هم ببند، زمان و محاسبه دیسپلیسمنتتون بالا میره و اینکه دیگه به این کیفیت و ظرافت نیست، ولی خب گوشه ها رو برات میبنده دیگه. ببین درست شد، زمان رندری کمون اولیش سنگین شد، اینطور نیست که حالا بگی کلا دیسپلیسمنت به درد نمیخوره، نه خب چیز خوبیه. من یه ترفند کلک میزنم سرش، من میگم همون دو بعدی رندر بگیر، میگی گوشه ها رو باز میکنه چیکارش کنم؟ میگم که قبل از اینکه 2 سانت اکسترود کنی بیاری بیرون، به صورت مجازی 2 سانت اول ببر داخل، شیفتش کن منهای 2 سانت داخل، نهایتا با 2 سانت بیاد بیرون، همدیگر رو خونسا میکنن، اون وقت هم یه رندر سبک دارید. تو اکثر مواقع هم جواب میده، بعضی وقت جواب نمیده، مثلا رندر کلوزاپ از اینجا بخوای بگیره خراب میشه، واقعا نشون میده که خراب شد، ولی تو اکثر مواقع دیده نمیشه، هم خیلی سبکتره این حالت، هم دیتیلش بسیار بسیار بالاتره، و همین که گوشه ها بسته میشه دیگه. حالا مثلا 2 سانت نه 1 سانت بیاد بیرون، ولی چیز دقت بکنید، اندازه گروتی که بهش دادیم، حالا به خود متریال اصلیمونو بهش بدیم، خود چیزی که به عنوان گروت بهش دادیم یه مقداری فکر کنم نرمش کنیم بهتر بشه، مثلا این بلورشو بکنید 1.5، بلور چی بود؟ نرم میکرد دیگه، بلورش میکنیم 1.5، دوباره این تایل رو بهش میدیم که این سنسش اعمال بشه، دوباره بهش ببینیم چی میدر میاد. ببینید اینجا گروتش یه مقداری گروت عمودی افقی موازنش به هم خورده، شما مثلا این لاکش رو باز کنید بگید ورتیکالش مثلا میشه نصف، یا مثلا حالا 15 صدم، اگه اون دوه این میشه دوباره این نسبت بده. چون این سنس دیسپلیسمنت زیاد خوب عمل نمیکنه، هر دفعه با جداگانه باید تست بگیریم ازش. ببین خوب شده دیگه، بعد اما بحث آجر ما تموم شده، تونستیم یه آجر خیلی خوب بسازیم. اگر خواستید اختلافش بیشتر بشه، اون رنگش بیشتر دیده بشه، خدمتتون عرض کنم که حتی اینجا هم چیز داریم ها، اینجا هم بحث همین کالر واریانس داریم، قشنگ بعض آجر کمتر تو میمونه، بعضی بیشتر تو میمونه بیرون میاد، اینا اینجوری کار میکنه تو خود، ولی تایلتون یه خورده رنگشو بیشتر تضاد بیشتر بیاد به نظرم جالب تر میتونیم ازش خروجی بگیریم. خب پروژه ما میتونم بگم که متریال سازی شرمن تموم شده، یعنی اون متریال اصلی کار ما دیده میشه. یه بار این شیدو بزنیم بگیم هر چی شیدر داری بر اساس شیدر اصلی به من اینجا نشون بده. مثلا عمومی تقریبا چیز اصلیش 4 تا متریال اصلیش، شسته سیمانی هم دیگه خب سیجه شیدر هست دیگه، میتونید از متریال وال سری وال خیلی به قول متریالش عالیه دیگه، یعنی شسته سیمانی همینه تو 3D Max چیزی که داریم، یه شسته سیمانی مثلا خوب اگه تو این حالا در نظر بگیریم، میبینید یه شسته سیمانی خیلی خوب و مناسب به کار داده. حالا خب باید نورپردازی بشه طبیعتا، اینجا ببینید تناقض داریم ها. ببین چون دیسپلیسمنت میاد بیرون
اینجا اومده روی این نشسته، اینجا این جزئیات، اینجا دو چیز هم سطح داریم و این قرار آجر باشه. آره این دیوار کم ببرید تو، این تناقضا دیگه خب تو کد پیش میاد دیگه، باید اینا رو دیگه خودتون باید دستی درستش بکنید. آره اینجوری خوبه. آره چمنش هم اگه بخواید چمن سه بودی بدید دیگه خیلی راحته دیگه، با همین ویری دیسپلیسمنت مپی که بهش باید بدیم به عنوان برجستگی که بالا بیاد تو آرش مدل 63 معمولا برای فرای گلدونی که کوچولو خیلی وسعت زیاد نداره این تکچر خیلی خوبه. نه این تکچر اصلی مون، این تکچر دیسپلیسمنتش اصلا نوشته دیسپلیس، اینو بده بهش. بعد این توپ متریالش هم دقیقاً بیت مپش هم همون، چند تا اسم آخرش پک کنیم مثلا دیفیوزش اینو بهش بده چند سانت مثلا میگه، حالا این دیگه شیفت نمیخواد، این مثلا حالا 5-6 سانت بیاد بالا، چون اندازه تکسچرمون 1024 پیکسل رزولوشن 1024 بذار، بعضی خود تکسچر الکی بیشتر بذاریم رم فقط الکی مصرف میشه. قشن بهتون چمن مومو میده. اگه میبینی یه خورده موهاش بد شکل شده یووی مپتون مناسب نیست، یووی مپی که برای مپ خوبه 1 متر، یووی مپ باید قبل از دیسپلیسمنت باشه. خیلی قشنگ شما میتونید چمن مومو بدید بهش. خب چون طبیعتاً توی فلاور باکس مقدار پایین تره دیگه، بیا اندازه دیسپلیسمنت بکنید که خیلی بدجورم به نظر نیاد. حالا 3 سانت شاید فکر میکنم برای اینجا کافی باشه. میبینید قشنگ چمن شده. بعد به قولی سنگ سفیدمون ماهیت سنگ داره واقعا، سنگ سیاه آجرنمامون، 4 تا متریال اصلی دیگه. ولی خیلی مهمه با حوصله کار بکنید، معمولا کارها همینجوری دیتیله و زیبا در میاد. یه چیزایی ببین مثلا توی بعضی از این شکلها باید این مدیریت های جدا انجام بدیم. مثلا ببین یو وی مپی که الان دادیم، خب الان مثلا اینجا خوب در اومد، بعضی وقت پیش میاد اینجاها خوب در نمیاد، اینا رو باید با حوصله قشنگ هر فیسی رو یه یو وی مپ جدا بدید بهش که مثلا به یک انسجام خوب برسید قشنگ در بیاد. بعد معمولا اینجور دیتیل ها خیلی کارو قشنگ میکنه که بالای آجرنماتون، بالای این سنگاتون یه سری سنگای ازاره میذاری. معمولا اینا چون لایه بندیش درست نیست، من اینا رو باید دیتچ بکنم از اون آرشیو اصلی. خیلی هم نیست، هم چند تا دونه است. چی بهش میدیم؟ متریال سنگ مشکیمونو بهش میدیم. یو وی مپ هم از خود سنگ مشکی پایین نمیگیره، به این بالا پیستش میکنه. تمام شد. اینم از سنگ مشکی هم. تقریبا میتونم بگم که متریال سازی اصلی ساختمانمون به پایان